سلام علیکم هموطنای عزیز وطنداران گل ما همزبانان مهربان ما آرزو میکنم هر کجای که هستین جور و صحت و سرحال باشین لباس گرم و افیاد را بر تنتان و لبخند مهر الهی را بر لبانتان تمنا دارم و مجله زندگی عصر روز چهارشنبه از تلویزیون آرزو بسیار خوش آمدید ما تمنا حمیدی هستم امروز هم آمدیم از رس ساعت دو الا سی و سی عصر به وقت کابل مهمان خانه های شما و میزبان دقایق بسیار خوب و ناب شما هستیم و امروز هم نهایت تلاش خود ما را و نهایت سعی خود ما را کردیم که یکی از خوبترین برنامه ها را به خانه هایتان بیاریم و شما هم زمانی که با ما هستین و ساعتی را که با ما می میکنین همچنان شاد باشین لذت ببرین از دیدن برنامه و از داشته های امروزی هم مستفید شوین امروز هم همکارای عزیزم دانه دانه مرا همراهی خواهد کردن از همکارای ما که در پشت کمره هستند گرفته تا کسانی که قرار است اینجا در استودیو با ما یک جا شوند و بخش های متفاوت برنامه را تقدیم شما بکنن منتظر کارتون بسیار زیبا در اول برنامه هم باشین امروز بر کودکای شیرین سخنتان و برای کودکای عزیز و مهربانتان یک کارتون بسیار زیبا یک صحنه بسیار جذاب و دلچسب است کارتون بوبا را آماده کردیم و مطمئن هستم که کودکای عزیزی کارتون را بسیار زیاد دوست دارن و ما هم همیشه سعی میکنیم که خوبترین چیزها را به شما تقدیم بکنیم به خانه های شما بیاریم منتظر این هم بودن. من مطمئن هستم که ساعت دو شوه و شما هم بیننده برنامه مجله زندگی باشین مجله زندگی هم آغاز شده پس ما را یاری بکنین تنهای ما نمانین تا آخرین دقایق برنامه همچنان از بخش متفاوت لذت ببرین در ادامه کارتون میریم به یک وقفه بسیار کوتاه اما وقفه در جریان برنامه خواهد بود و پس از یک از وقفه آمدیم بخیر میریم به بخش زبان و در بخش زبان شما هم میدانین که مرا همیشه حسیب حیدری همکار عزیزم یاری میکنه و همراهی میکنه امروز قلم و کتابچه تان را در دست داشته باشین حسیب حیدری به برنامه می آیند در استودیو بر ما و بر شما موزش جدیدی را می داشته باشند حتما منتظر باشند و در ادامه بخش زبان ما بر اسم هر روز گذشته بر شما روانکاو را داشته باشیم در بخش روانکاو ما همه روزه تلاش میکنیم تا در قسمت بالا بردن سطح آگاهیتان و در قسمت بهبود زندگی فردی و اجتماعیتان شما را یاری و همکاری و هم همراهی بکنیم البته به شرط از که شما هم بیننده بخش باشین و امروز از دسته اون موضوعاتی که در زندگی اجتماعیتان خیلی زیاد به دردتان میخوره و همچنان زیاد همراهش سر و بسیار زیاد در مواقع بسیار زیادی البته دامنگیر زندگی شما و اطرافیان شما بوده که او شک و گمان و تردید هست یعنی گمان بد و شک بد زمانی که ما در برابر کسی شک بد میکنیم و گمان بد میکنیم ما باید چه کار بکنیم کدام عوامل سبب میشه که ما نسبت به کسی یا نسبت به اطرافیان ما شک و گمان و تردید بد داشته باشیم چطور توانیم این معزل را حل بسازیم در زندگی خود ما و در زندگی اطرافیان ما تایی که شاهد یک زندگی خوب و بدون شک و تردید و عاری از مشکلات باشیم زندگی نیست به جز عشق به جز حرف محبت به کسی و نه هر خار و خسی زندگی کرده بسی زندگی تجربه تلخ فراوان دارد دو تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم دوباره خوش برگشتین عصرتان بشادی روزتان پر انرژی آرزو میکنم که تا این دم از دیدن مجله زندگی لذت برده باشین و کیف کرده باشین و ما هم دوباره برگشتیم با شما هستیم البته برنامه ادامه داره و متفاوت دیگری هم باقی هست و شما ما را یاری بکنین و بیننده بخش هم باشین ما در زبان هستیم البته در بخش زبان هستیم و آموزش زبان انگلیسی را داریم امروز هم بر اسم همیشه افتاد حسیب حیدری با ما در استودیو همراه شدن و قرار است که آموزش جدید را بر ما و شما داشته باشن بین که از استاد حسیب بپرسیم که امروز روز شان را چطور سپری کردن بسیار خوش آمدن تشکر زنده باشین خوب بود در کل امید که شما هم خوب گذشته باشه خدا را شکر خوب بود مثل همیشه هم میگذره و آرزو میکنیم که از هم مگی اما خوب و خوش و با میل دلشان بگذره روزتان تا این دم خوب بود انشاءالله هیچ اتفاق بدی نیفتاده فضل الله نخیر خدا را شکر امه. خب پس امروز هم درس داریم بله درس داریم بله خوب است شما هم قلم و کتابچه هایتان را بگیرین و یادداشت بکنین گفتنی های امروز را پس میریم سراغ درس اوکی هی ایوربادی سلام به همتون دوستا آی هوپ اول اف یو دوئینگ گریت اند امید که هر جای هستین جور و و سلامت باشین امروز جلسه خودش شروع می‌کنیم با دو تا ایتل از اس و یا هم ناون که ما با جلسه گذشته دیتیلز داده بودیم امروز می‌ریم طرف ادامهش درست <تسجنگ> است؟ ما تایتل و هم جلسه امروز خود با تایتل های پراپر ناون و کامن ناون چی میکنیم؟ استارت میکنیم و یا هم شروع میکنیم قبل از اینکه شروع بکنیم دوستا ما با جلسه های گذشته براتون اسم گفتیم درست است؟ اسم چی چند نوه هست؟ دو هم به نظرم خاندیم که, که اول ما خاندیم اسم که یک کلمه بود یک حرف بود که به خاطر نامیدن شخص شای و مکان استفاده میشه و ما در زبان انگلیسی دو واژه داشتیم که از لحاظ معنی یک معنا میداد که اسم معنا میداد که نام بوده که نیم نونم ما در گرامر یوز میکنیم و نیم هم در کانورسیشن و ابسترکت و کانکریت ناونم خواندیم درست است امروز میریم طرف ادامه اما تایتل که ما قبلا خواندیم درست است تایتل امروز ما داریم ما پراپر ناون تلفظ گوش بگیرین پرو اوکی ایت کامون ناون پراپر دو خاص مانا میتا اسم مانا میتا کامون آم مانا میتا اسم درست است؟ یعنی اسم خاص و اسم آم قبل از یک ما طرف انگلیسیش بروم uh, میایم برتون طرف دریش هم دری برتون اکسپلین میکنم طبق معمول هر دفعه گفتیم uh, در بخش گرامر باید اول ما به زبان خود ما بفهمیم وقتی که به زبان خود ما بفهمیم ما میتونیم جمله جور بکنیم ما میتونیم درس خوب چی بکنیم کچ بکنیم و هم اندرستند بکنیم دوستا اسم بخواه می که یک کلمه است که به خاطر نامیدن شخص شای و مکان استفاده میشه اما خاصی است اگر آمیانه برتون بگوییم بگیم که اسم خاص یک اسم هست که نه قابل تغییر است و نه هم شکل داره اسم خاص دوستا اسم هست یعنی یک کلمه است که نه او تغییر میشه تبدیل میشه و نه هم شکل داره درست مثال میگی احمد درست احمد نامش چی است اسمش خاص است چطور بفهمیم اسم خاص است احمد انگلیسی چی میگه احمد در چی میگه احمد در عربی چی میگه احمد در فرانسوی چی میگه اسم است بله صاحب خاص چی است خاص است در بسام مثال کره زمین میگردیم احمد و راه امچرا پیدا کنیم میتونیم نمیتونیم اگر پیدا کنیم بسیار کم شباهت میده درست است مثال افغانستان مثال جرمنی یونایتد استیت یا اسمی است که خاص است درست است اسم خاص میگیم اسم خاص ات هاز Not they uh, same shape shape shape. Does some mega an unchangeable and changeable. So you can tell you It has not the same shape shape uh, like nadara, Nadora an unchangeable wa khair kabale tamdiras ve mm ham tamdiras. Does this? But our Muslim Afghanistan. Does this Afghanistan? یا میگیم امران امران یا مثال میگیم آرزو درست یا اسمایی است که دوستا چی است؟ خاص است ما در زبان در هر زبان بعض اسمهایی داریم که خودشان چی میکنن؟ تغییر میتن مثال ما مصر در انگلیسی ما grace میگیم یا هم اجب که مصر اجب میگن درست ما grace وقتی که grace میگیم یونان ما نامیده ای چرا تغییر کرد؟ ما دوستا در بعضی زبان ها خود ما میتونیم اسم چی بکنیم تبدیل بکنیم مثال افغانستان است افغانستان افغانستان میگه اما ما داریم خراسان این نامایی است که خود ما میمانیم درست است ما میتونیم اسم های خاص چی بکنیم تبدیل هم کرده بتونیم خب است یعنی ما قسمی که براتون گفتم نام کشور ما افغانستان است اما بعضی ها چی میگه خراسان میگه درست است وقتی که ما خراسان انگلیسی پرتیم با خراسان نمیشه یک طرف واژه انگلیسی ش میریم خب است و ما, ما داریم کامن ناون یعنی اسم عام اسم عام که است دوستا برعکس اسم چی است اسم خاص, خاص است. است یعنی اسم عام هم ام شکل داره و هم قابل تغییر است اسم عام هم ام شکل داره و هم قابل تغییر است مثال مارکر مارکر را دا در چی میگه مارکر میگن دیگه یا هم ما توش میگیم بعضی وقت درست باید. است انگلیسی چی میگه مارکر در فرانسوی چی میگه شاید یک چیز دیگه بگه در پشتو چی میگه شاید می چی میگم کارو در پشتو میگه مارکر اینو هم نمیفهمم توش شاید بگه درست است یا هم میگیم چوکی دا چوکی را در دری چه میگیم؟ چوکی در انگلیسی چه میگیم؟ چیر در پشتو چه میگیم؟ سوکی بله سوکی؟ <laughs> درست است؟ <laughs> <laughs> بله این اسمای چی هست دوستو؟ اسمای آم است چه میگیم؟ It has the uh, the same shape شکل یکسان داره changeable و قابل تغییر هم است درست است؟ به طور مثال گفته ایم چیر چیر چی مانو دوستو؟ چوکی یا هم ما موتر داریم موتر در این ما به زبان خود ما موتر میگیم بعضا ماشین میگه اما در انگلیسی چه میگیم؟ کار در چندین زبان دیگه پرتیم چی میشه؟ تغییر کرده میره اسم خاص اسم هست که هم قابل تغییر نیست و نه هم شکل داره اما اسم هم چی هست؟ اسم هست که هم هم شکل داره و هم قابل تغییر است دو سا سلسل های نان و یا هم اسم ادامه داره چند تای دیگهش مونده؟ خیلی در جلسه های آینده مکس میکنیم امروی شورت مرا اوکی؟ گایز، داریم که معمولا دا در موویو استفاده میشه مثال در خانه آمدی از موضوع هم گپ خبر نیستی برد میگن که uh, خودت شب گذشته اینی فلانه کار کردی طرفش میکنی ای است. هست استفاده میکنی بله. درست است؟ و هم یک کار بعض وقتا که نمیکنیم برای ما گفتم میشه چی میگیم؟ با والله قسم که ما این کار نکردیم درست است؟ مهم. ای تومات است. هست تومت هست اوکی؟ چه خصم که این یک تومت هست شایه هست می چی میگیم؟ This is This is slander This is slander چی ما یک شایع است و یا هم میگیم که یک تهمت است اوکی چی قسم با انگلیسی بگویم که چی گفتی چی گفتیم یا چی گفتی درست است یک چند چیز میگیم که ما از ما پرسیدیم نخیر مثلا در امروی یک نفر مخاطب هستیم صحبت کنیم گپ شنا میفهمیم میگیم ببخشید چی گفتین که در گفتگوی روزمره بسیار زیاد ما استفاده میکنیم قرار میگیره what did you what did you say What did you say چی مونو میده؟ یعنی چی گفتین؟ یک تو که حسابش خراب باشه خدا یار جانش میگه چیزی که گفتم دیگه درست چیزی که گفتم نفهمیدی؟ ایده چه قسم چیزی که گفتم ایده چه قسم بگیم دوستا؟ End of شایی هم هست End of story End of story چی مونو میده؟ یعنی چیزی که گفتم What did you say؟ what you said؟ چی گفتین؟ End of story چیزی که گفتم درست هست؟ چه بگیم که ما قسم میخورم به الله یا هم میگیم ما قسم میخورم که کار نکردیم درست است mm -hmm. قسم خوردن چه میگیم I I swear I swear to God گاتا دوسا و خدا استفاده میکنه اما الله ما اسم خاص است خوب است اگر ما در افغانستان استفاده کردیم با گاد یوز نمی کنیم بجایش میگیم الله I swear to Allah I didn't do it قسم میخورم که ما این کار انجام ندادیم درست است mm -hmm. This سلندر یک تهمت است. Uh, what did you say یا Yo, What you said? چی گفتی End of چیزی که گفتم I swear to God ما قسم با الله خب دوستایی بود بخش جملات و هم جملات کاربردی در مووی ها و حالا یک دوستان خیلی کوتاه داریم که براتان عرض میکنم یکی از زمانه های خیلی ها قدیم دوستای یک نفر زندگی میکرده اگر عالم بگوییم بله یک عالم زندگی میکرده که همیشه به مردم مثال میگفته که ما از علم غیب خبر دارم درست علم غیب هم که علم از غیر از الله دیگه کس نمیفهم درست و کسی که به ای ایگه پا مثال ایمان میاره و میگه یک شرک است درست همیشه همی عالم و تمام مردم میگفته که ما از علم غیب چی دارم؟ خبر دارم همیشه مردم هم که میدیدم میگفته که ما از دل خود خبر دارم که امیال چه میگذره؟ چی میکنی چه پیسه داری راز چی است همیشه مردم میگه پاره میزده درست <تصفح> است خانم از یک یک شخص بسیار با معرفت با خدا بوده طرفش میگفت می میگفت اون مرد کمی کار نکوی یک روز رسوا میشی کار خوب نیست می میکنی <تصفح> میگه نه تا می یک روز خاط فهمیدی که ما عالم عالم هستم که از علم غیب خبر دارم و یک عالم هستم که کامل هستم هیچ عیب نواقص ندارم چند سال ادامه پیدا میکنه بالاخره یه بسیار کلان نفر میشه با میگه پاوس خانم که حتی نفرات در دور جمع میشه هر سو میگرده نفرات هم کمرایش میگردانه <applause> این خانم بخی بطنگ می میگه چی کنم که مردکار از مشکل چی بکنم نجات بتم یکی از روزا به یکی از موریدایش و یا هم کارگرایش میگه که فردا میگه عالم تا نبوه که فردا دنان چاشت من میمان کنیم در فلانه جایی شبر خودم میگه خبر برسان وقتی که به او خبر میرسانه می قبول میکنم فردا چاشت میاین به خانش دیگه دان درازه وقت خانه خودم میبینیم میگه ما برد نگفته بودم که یک روز تو بر ما باور میکنی که من یک عالم بسیار برجسته هستم هست من از علم غیب خبر دارم uh -huh. خانم پس خان میزنه میگه بله من باور کردم بیا برو بشی درست وقتی که همشون در سر سرخان میشینن دیگه اون من وقتی که امی میمونی باشه و هم محفل باشه امید در سرخان و هم نان از ما کسایی شروع میکنیم که یک ذره مقام بالا داشته باشه و هم پیسدار باشه با دفعه اول دستمو آدم میشویم یا نان از مو اول شروع میکن درست است اما خانم یادم می کار نمیکنه اول از مریدای شروع میکنه از مو کارگرایش مثال از ام اخر در سرخان همین نان توزیع میکنه بیشتر چند رقم پنج رقم نانم در سر دو سرخان میاره درست است یک دفعه میبینه که در کلگی نان توزیع کرده است خودم ای عالم هیچ نمیره صدا میکنه مرید خودم میگه بیا میگه چرا تابل نان مر نوردین میگه تون گفته که بر شما یک نان اسپیشال خاص مد نظر گرفتیم <applause> خب درش تسلی پیدا میکنم میگه صحیح درست است میبینه که قریب از نانشون خلاص شد بس تا میکنم میگه نان ما گجوس میگه میاره نان وقتی که نان از یارم میاره دیگه یک غوری بسیار کلان مکمل مثال برنج پر کرده برش میاره در پیش رویش میمونم میگه غذای اسپیشال شما هم خاص شما میاست طرف سعی میکنم میبینه که مریدش کسی که این از چهار قم غزار خورده ریس ما چطور یک برنج خالی رو بخورم صدا میکنم یک گوجاز گوشت برنج یک دفعه خانمش از مو آشپزخانه کلکشک میکنه خنده میکنه میگه تو چه قسم از علم غیب خبر داری که نمیفهمی که چهار نخون زیر برنج گوشت است <تصفح> همه گی از قصه و داستان یادم خبر میشه و یادم هم چه میشه رسوا میشه Uh, هدف داستان ما دوستایی است که بعض ما وقتی که یک دو کلمه یا هم سه کلمه را یاد میگیریم خیلی بدوام میشیم به اما و یا هم یک ذره به سروت که میرسیم یا یک ذره به پیچه میرسیم به یک مقام میرسیم با دیگه حتی همی امروی کسایی که ما میشتیم او هم چی میکنیم؟ تبدیل میکنیم نه جان برادر لطفاً اقدر متکبر نشو یک فقط امتحان الهی است که بر تو این مقام و این پیسه که میته فقط الله میخواد تا امتحان بکنه یک آزمایش بکنه درست است هیچ وقت تا عبد نیست خوب است چی خوب است دوستا که همیشه ما وقتی که دعا میکنیم و دعای خود بگوییم که یا الله اول ظرفیت چیزی که برای میتی بده دوستا تا که ما ظرفیت یک کار داشته باشیم وقتی که اموچیز چیز بر ما برسه با ما چی پای چی پیدا میکنیم غرور پیدا میکنیم تکبر پیدا میکنیم درست است همیشه با جوای تو باشه که یا الله قبل از اینکه بر ما هر چیز ادا میکنی و هم عطا میکنی اول ظرفیت از بده که ما ظرفیت داشته باشم بعد از او هر چیزی که میخوای بر ما چی بکو عطا وقتی که ما ظرفیت نداشته باشم با نمیتونم چی بکنم هیچ سوره ما حمل کرده بتون بس گایز ایت واز اور تو دیس لیسن آی هوپ ایت واز یوزفل فور آل اف یو اند دی نیکست تایم هاف ا نایس دی بای بای بله یک تک مصری هم به یاد من می آید در قسمت همین داستان خشنگی که شما گفتین میگن که پرواز بندگی به خدایی نمی رسد ای بنده خاک باش بلند است آسمان واقعا, واقعاً که همین همین رقم است ما که همونطور که شما اشاره کردین در این داستان زیبا پیامش را ما گرفتیم مهم. و بیننده ها گرفتن ما هیچ وقتی مغرور نشویم متکبر نشویم به دلیل غرور تنها به ذات لایزال زیبش داره و انسان چیز جز خاک نیست و همیشه باید البته یک اخلاقی داشته باشه یا یک کارکتری داشته باشه که دلپسند انسانا باشه و همچنان از دروغ و دغل و ریا هم دور باشیم, دور باشیم. سر تشکر اگر گفتنی در اخیر برنامه هست بفرمایید اگر نیست که بریم سراغ وقت خوش میگم گفتنی بسیار تشکر که تشریف آردین تشکر, تشکر از شما که ما را همراه هستین و همراهی میکنین و بیننده برنامه خودتان ماندین فاصله اندک داریم و در ادامه بحث روانکاو را دنبال بکنیم با شما هستیم در ادامه مجله زندگی شما بیننده آرزو هستین و من تمنا حمیدی هستم مخلص شما دوستدار شما آرزو میکنیم تا این دم از دیدن مجله زندگی خسته نشده باشین برنامه و با باب دل شما بوده باشه و همچنان از بخش های متفاوت برنامه لذت برده باشین در بخش روانکاو هستیم در اول برنامه هم اشاره داشتیم بر اینکه ما در بخش روانکاو و در بحث روانکاو همیشه سعی بر این داریم تا در قسمت حل شدن مشکلات خانوادگی و فردی و اجتماعی شما شما را کمک بکنیم و بحث های متفاوت و متنوع را از روی موضوعاتی که شما بر ما پیام میفرستین انتخاب میکنیم امروز هم از دسته او موضوعاتی که با پیام های مکرر شما ما خواستیم انتخاب بکنیم و در مورد صحبت و بحث داشته باشیم موضوع بدگمانی شک تردید گمان بد هست شک و گمان بد هست البته ما هر از گاهی دوچار این حالت شده ایم دو این اختلال شده ایم متاسفانه هیچ کسی وجود نداره به نظر که در زندگی حداقل برش یک بار پیش نشده باشه که در رابطه به کدام مورد یا موضوعی گمان بد و شک و تردید بدی در دلش نگشته باشه یا همچنان مواجه نشده باشه با این حالت ما امروز در رابطه با این صحبت میکنیم که اگر در زندگی دچار گمان بد میشیم یا شک بد میشیم در قبال اطرافیان ما در قبال دوستان ما در زندگی اجتماعی و فردی ما چطور باید با او حالت برخورد بکنیم چطور باید این رفتار را در نزد خود ما کنترل بکنیم و چطور باید درمانش بکنیم راههای درمانی را از منظر دید روان شناختیم امروز در این بحث شما حتما بیننده خواد اما اولتر از همه استاد را خوش آمدید میگیم من امروز میزبان سید احمد هاشمی استاد دانشگاه و روانشناس هستم بسیار خوش آمدین اصر شما بخیر سلام ارزاده واسه همه همی هنان ما که در هر گجای گو این گیتی هستند بخیر امیدوار هستم که شاد و خورم و سر حال و کامگار باشن سلامت باشین همچنین چنین آرزوی قشنگی را بر شما داریم میخوایم از اینجا آغاز بکنیم استاد که شک یا گمان بد یا بدگمانی که بله. فکر میکنم اگر من اشتباه نگویم اشتباه تلفظ نکنم اصطلاح اختصاصیش یا اصطلاح روانشناختیش پارانوید میشه بله. چگونه یک بیماری هست میشه یک تعریفی ازش داشته باشه قبل از اینکه سراغ تعریف بریم خود شک یکی از مؤلفه های وجودی ما انسان ها هست یعنی شک گذار از مرحله یقین گذار رسیدن به مرحله یقین هست که ما انسان ها باید حالت شک همیشه داشته باشیم یعنی که خود شک مو از علت و معلول برمیانگیزه، انگیزه بر یعنی خود شک عامل تکامل هست اما گاهن زمانی که شک تبدیل به یک بدگمانی میشه بله. شک گاهن تبدیل به یک سوء زن نابخردانه میشه و غیر منطقی و این عمل هی تکرار میشه و تکرار میشه از نگاه روانشناسی ما را به نام اختلال پارانوید میگیم یعنی این اختلال در حقیقت فرد همیشه سوء زن داره بله. بدگمان هست و در مورد اطرافیانش و حوادث پیرامون محیطش همیشه سوء و بدگمانی و شکاک هست و حالت بیاعتمادی همیشه درش وجود, وجود داره. داره. خب این یک تعریف از بله. گمان بعد یا شک بد بله. یا همو اصطلاح پارانوید بله. میشه بله. که شما گفتین از لحاظ روانشناسی بله. میخوایم بفهمم کدام علایم را و بله. کدام نشانه ها را وقتی بله. در وجود یک فرد یا حتی در وجود خود ما بر میخوریم و بله. مواجه میشیم ما یقین ببریم و پی ببریم بر ازی که ما دوچاری اختلال شدیم بله. خود پارانوید از جمله دسته اختلالات شخصیتی هست آه. یعنی وقتی ما اگر روی محور شخصیت بیاییم شخصیت مجموعی از کارکتر، رفتار، اخلاق، عواطف، احساسات و آرزوها، امیال و تخیلات ما انسان ها هست بله. خودش خود حالت پارانویدی و اختلال پارانوید اختلال شخصیتی هست اه. و این اختلال از خود نشانه های نشانه ها داره که زمانی که این نشانه ها دیده میشه یعنی در حقیقت شخص میلان کرده به طرف بیماری پارانوید. پارانوید. بله. نشانه هایی که بیماری داره اکثرا رفتار و افکار نامتعارف هست آه. یعنی ما بعد رفتار و افکار انسان ها در حال عادی یعنی نورمال هست عادی هست یعنی منطقی فکر میکنه عقلانی فکر میکنه اما آدم هایی که پارانوید دارن رفتار و نامتعارف هست غیر منطقی فکر میکنن پیرامون حوادث افراد پریده های پیرامونشان به همه چیز مشکوک هستن اینا همه چیز وقتی یک حادثه صورت میگیره یک کار در خانه میشه در محیطش داره اینا مشکوک هست با دیده شک به اون یعنی یقین نداره برای اثبات واقعیت یک پدیده نکته نکته بعدی با تمام آدما سوء زن داره هیچ تمایزی براشون نداره یعنی مح... آدمایی که در محیط باشن سر و کار حتی برادر بدون هیچ استثنا بله پدر مادر برادر همسر هم. خواهر مح محیط کاریشان دوستایی که در کنارشان هستن همسینفی هایشان اینا با اونا سوء زن دارن بدگمان هستن اینا به کسی اعتماد نمیکنن یعنی وقتی بخواین که یک کار یا وظیفه رو به کسی محول بکنن کمتر آدمی پیدا میشه که اینا بالا اینا اعتماد بکنن اعتمادشان خیلی در سطح پایین خیلی خیلی پایین میاید مداوم باور دارن که دیگرها به ما صدمه میزنن یک حالتی برشان هست که فکر میکنن اگر برادرم هست مثلا غذا رو وقتی برش پیش میکنه میگه این غذا حتما چیزی داره هست. یا همسرش مهم. یا شوهرش یا برادرش یا پدرش یا یکی از دوستاش مثلا غذا رو برش میده که غذا رو بخو مهم. و خصوص زمانی که برای خوردن این غذا تاکید میکنه بله بله سو ازن و گرد بدگمانیش بیشتر و بیشتر, میشه, میشه. فکر میکنن اینا همه قصد داره اینا رو فریب بدن. اینی حالت برشان رخ میده که حتی پدر مادر برادر و نزدیکترین آدم هایی که نارشان هست میگه اینا همیشه میخواین مرا فریب بتن میخواین حق مرا بخورن میخواین مرا توهین بکنن میخواین مرا تحقیر بکنن بله. این حالاتی ف... اه... حالت فریب خورندگی برشان ایجاد میشه که ما ما فریب میخورم و خصوص اینها اگر کوچکترین بدی کسی در گذشته برشان کرده باشه هیچ فراموش نمیکنن نمی اما در حالت عادی انسان مثلا فراموش میکنه بله, بله اغماز میکنه چشم پوشی میکنه گذشت میکنه ها. اما کسانی که یکی از نشانه های کسانی که اختلال پارانوید دارن اینا هیچ گذشت نمیکنه. حتی بار بار او را یاداوری میکنن بله تو یک سال پیش چنین چیزی به من گفته بودی تو یک ماه پیش این کار در حق من کرده, بود. کرده, بودی و نکته آخری که اینا خش خود کنترل کردن نمیتونن. وقتی که اندک چیزی با وفق مراد اینا نشوه اینا زود بیگدار باب میزنن خشمگین میشن و عصبانی میشن بله شما در قسمت نشانه ها فکر میکنم تماس داریم بعد بله. دو صحبت میکنیم بسیار خوش آمدین هموطن عزیز میشه که نام مبارک شما را بشیر جان هستن بشیر بسیار خوش آمدین میشه که سوال شما را داشته باشیم در برنامه تشکر سلامت باشین سلام به شما و سلام به استاد خدا کنه خوب باشین سلامت باشین بفرمایید. من میخواستم از سال دیگه پرسان بکنم که ما مدت پنج سال میشه ازواج کردیم. بله. و خانمم بیشتر وقتها بالایم شک میکنه. خب. من میرم شک میکنم. بله. اگر از خیلی نیم سال وقت میایم برم شک میکنه که چرا وقت آمدی کجا بودی از من کار خراب یا اشتباهی. بله. خب تزمه میکن ما گفتم استاد یک مشوره بده که چیکار بکنیم شک اینا رفع شوه و دیگه بالای ما شک نمیشه که بله بسیار خوب استاد شما سوالی اگر دارید بشیر جان حدوداً دقیقاً همین پنج سال شده که این موضوع پیش آمده یا قبلاً هم یعنی قبل از ازدواج دورانی که شما مثلا نامزد هم بودین گهگاهی این معالفه پیش می آمده نخیر نخیر در زمان مامزادی و مو یک سال اول از ازدواج ما خیلی زندگی خوب پیش می رفت مم. فقط می آخرا بالاخر از ما چهار سال پیش پیدا شد تا امروز هر وقت هر وقت بالاخر بیشترین مشکلات ما را می باشه که شرط می بشیر جان چند تا کودک دارین شما ما دو تا دو تا کودک دارین بودن کودک ها یعنی کودک ها وقتی خانه هستن یعنی آمدن به دنیا آمدن تفلک هیچ گونه خب دایی بهبود دای وضعیت کدام تغییر ایجاد کرده یا نه؟ خب وقتی که تفاقای ما به دنیا رو یکم محبت و میمهر خانم هم کم شد نسبت با من مم. دیگه من هم میتونم با بابا اینی میکنگه نیم ساعت یا بیستفت هم ما به بیرون میباشیم خب. نو وقت میاییم بله شکاف میباشنم خوب خب. خب. بسیار تشکر بشیر خب. خب. جان از تماس خب. شما حتما بیننده برنامه باشین استاد به شما گفتنی های دارم بله. سلامت بشه. بشه. بله بله. خیلی ممنون استاد در قسمت نشانه ها شما به چند تا از نشانه ها و ویژگی های پرداختین که ممکن است در وجود یک فردی بله. که دوچار پارانوید هست دیده شد بله. میخوایم بپرسم اگر یکی از این نشانه ها در وجود فرد نباشه بله. در اون صورت هم ما میتونیم که دوچار آه آه بگویم که این دوچار ای اختلال شده آه ببینین آه ما وقتی که بیایم پای یک اختلال به میان میکشیم یک اختلال همیشه مستوجب یک دلیل نمیشه آه. یعنی زنجیری از معلفه ها و عباد یک جا میشن بله. یک شرایط ایجاد میکنند که این شرایط شرایط مصاب شدن به اختلال هست ما آن واحد تجویز یک اختلال به هیچ عنوان کده نمیتونیم اما وقتی که مجموعه میشه مثلا نشانه هایی که ما اینا رو عرض کردم بعد روی مثلا دلایل پیش میریم در قسمت های اخیر بس ما نمیتونیم آن واحد بگیم فرد چی داره اختلال پارانوید داره به خاطری که ما در اول بحث اشاره کردیم خدا شما هم اشاره کردین خود حالت شک شک کردن جزء فلسفه وجودی ما هست بم. یعنی دیگه ما رو به بله. یقین ما رو به یقین راهنمون میکنه اما زمانی که این شک تبدیل به سوء زن و بدگمانی شود و این استمرار پیدا بکنه و با نشانه هایی که من اینجا عرض کردم اینا دست به دست هم بته او زمان ما میتونیم بگوییم که اختلال اختلال و باید پارانوید و باید خیلی جدی بله،, 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 بله، بسیار خوب میشه که به پرسش بشیر جان ما بپردازیم بله. 5 پنج سال از ازدواجشان گذشته و خانومشان در همی اواخر فکر میکنم که شک و گمان بسیار زیادی نسبت به همسرشان پیدا کردن و حتی گفتن که دو تا طفل هم دارن بله. و حتی به این نکته هم نشاره کردن از زمانی که طفلایشان و فرزندایشان به زندگی مشترک اینا آمدن و وارد شدن همون بله. همو محبت و مهر خانومشان نسبت به ایشان کم تر بله. خوب هست که ما در بحث راهکارها و درمانها بگوییم اما به مشکل بشتر جان اشاره بکنم حالت پارانویدی در اختلالات شخصیت یک حالت خسی، بسیار حاد هست بله. یعنی حتی به قول روانشناس ها حالت پارانویدی امکان داره تا آخرین لحظه مرگ وجود داشته باشه یعنی این با حالت کلی بله. گم بله. نیست بله. درمان نه نه. شدنی نیست یعنی این حالت پارانوید کم میشه کاهش پیدا میکنه اما گم شدنی نیست چون نوعی در زمیر انسان ها میشه بله. که تبدیل به یک عمل میشه و این عمل حتی میتونه اینا رو وقتی که را انجام نتا اینا رو زمین گیر بکنه این حال در, در وجودشان هست اما در جواب, جواب بشیر جان ببینین اکثر روانشناس ها برای درمان پارانوید نیاز دارن به یک حمایت جمعی یعنی نعم. حمایت وقتی میگم حمایت جمعی اینجا پای خانواده به میان میایه پای کسانی که در محیط شغلی وظیفه دارن بایشان به میان میه بله. پای دوستان نزدیکشان به میان میه و در حقیقت مواجه ساختن کسی که شک و سو از گمان داره با واقعیت مثلا ببینین وقتی که آقای بشیر جان مثلا ناوخت از, از, کار میایه بله. ما میتونیم بار بار بشیر جان با کسی که مثلا همکارش است بیاد دم خانه که بله ما سر کار بودیم و در حقیقت چیزی که بین اینها هیچ وقت نباید امثال بشیر جان واقعیت پنهان بکنن اگر رفته بودن پارک باید بگن من پارک رفته بودم اگر رفته بودن مثلا به نت کلاب بگن من نت کلاب رفته بودم اگر ما به عروس اگر واقعیت پنهان میکنن در حقیقت نه تنها کار خوب میکنن بلکه باعث شدیدتر شدن این اختلاف میشه و بعد اول که چیزی پنهان نکنن از خانومشان هیچ وقت بعدی که مواجه حسازی بکنن بب. یعنی آن واحد وقتی که مثلا از جای میرن یا تلفنشان زنگ میایه باید برای مدتی رمز کامپیوترشان رمز موبایلشان باید برای خانمشان معلوم دار باشه حتی اگر بتونن مواجه سازی بکنن که زمانی که زنگ میه بلند اسپیکر بزنن که کی هست وقتی که مثلا میخواین یک جای برن بله ما جای فلانی وقت بنان و بعد نکته اصلی حمایت کسانی که در زندگی بشیر جان نقش مهم بازی میکنن پدر جانشان مادر جانشان از خانومشان همچنین ببینین پیوند ازدواج به یک پیوند مقدس هست و نباید به هیچ عنوان خدشدار شود و در این پیوند ازدواج نه تنها پای دو شخص است پای دو تا قوم هست دو تا خانواده هست دو تا عشیره هست باید اینها برای استحکام کردن این پیوند دست به دست هم بتونن تلاش بکنن حد انقل او تنشی که در حد بالا هست او تنش پایین بیارن تا بتونن یک زندگی آرام تر داشته بله تلاشت. انشاءالله که با گفته, گفت، گفته های استاد مشکل بشیر جان هم حل شود و ای راهکار را در پیش بگیرن و تجربه بکنن حتی ]ش. میتونن بعضی اولان... وقتا شغلا را تغییر بدن شغلشان را تغییر بدن لازم نیست به خاطری که دوامه اگه دوام ازدواج خوبتر و بهتر است که مثلا ما به خاطر یک مشکل اقتصادی مثلا ما ازدواج ما بر هم دو تا طفل دارن این اهم برای بشیر جان میگم هم برای خانم محترمشان زندگی بالاتر از چیزی است که ما شغل خود. شغل تغییر بده کار دیگه اضافه بکو یک کار دیگه انجام بده ما با دای پیوند مقدس از بین بره بسیار خوب غلام علی از مزار شریف بلد. تماس گرفتن بسیار خوش آمدین میشه که پرسش شما را داشته باشیم

بود میگم چک میکنم در روزی رو میبینم که نه باتا کرده یا یه گوار در خانه است همون تو اتصال میکنم میشنم گمان نه که من یک از من خونه برای مرا ولی موتار نزدیک نامور این تا مشکل ما جدی سر که کلم رو یاد بگیریم مسیح خوب فرصتی دارین شما غلام جان چند مدت میشه این قسم عمل میکنین شما؟ ما والله این خود تغذیه یک نیم سال شده است یک نیم سال داری یک نیم سال تو هیچ جای مراجعه نکردی S S با دوستا در میان نگذاشتی از کسی نپرسیدی؟ والا استاد ما چی بفهمم بگم روزی من برنامه شما رو دیدم کمی دیدم کمی مشکل را یاد داشت شما پرسام کردن دیگه ما این امکانات نیست و امکانات از ما بله بله. که شما رو بفهمم برای غلام علی جان غلام علی جان سپاس از ما برنامه بعدی را یا انشالله یک یا برنامه بعدی امی مشکل تو وسواس فکری عملی هست خوب؟ خب ما حتما پیرامون این موضوع حتما یک برنامه مختصر مختص به موضوع تو میگیریم حتما که انشالله وقت با یک پاسخ درست و خوب بگیری انشالله با خیر باشین سلامت باشین بسیار تشکر غلام علی جان از تماس شما آرزو میکنیم که بیننده برنامه باشین استاد در یک برنامه مشخصی راجع به سوال شما خواهند پرداخت اما در این برنامه هم حتما یک چیزایی میگن به شما شما حتما بیننده بیننده بر... برنامه باشین و ما فعلا هم وقت ازی رسیده که سوال بعدی را نه خیر پیش از که سوال را بپرسم و همکارا شارا میکنن که باید یک میان برنامه کوتاه بگیریم فاصله اندک می داشته باشه ما در ادامه بحث روانکا همراه ما باشین کانال یوتیوب تلویزیون آرزو مجرایی است که شما را به ما وصل می سازد. سری بزنین به کانال یوتیوب ما و در پایان ویدیوها و برنامه های مجلی زندگی نظریات و دیدگاه خوبتان را با ما شریک بسازین موضوعاتی که دوست دارین در رابطه با موضوع در این برنامه صحبت بکنیم را همچنان با ما شریک بکنین همچنان میتونین از طریق 0798412 که شماره تلفن رسمی برنامه ما هست شما مستقیما با برنامه وصل شین و پرسش هایتان را مطرح بسازین و کسانی که از صفحات اجتماعی مثل رخنامه اینستاگرام و تیوتر استفاده میکنن هم با آرزو و همراه و همگام باشن ما در بحث روانکاو هستیم شما بیننده ما از آرزو هستین و موضوع امروز ما بدگمانی و شک و تردید هست که به اصطلاح تخصصی یا اختصاصیش گفته میشه پارانوید استاد میخوام از شما بپرسم که کدام دلیل ها یا کدام دلایل سبب میشه که این اختلال در وجود ما یا در وجود افراد که در محوطه ما و در نزدیکی ما زندگی میکنن پیدا شده؟ بله از نگاه روانشناسی برای خیلی از اختلال ها دلایل واضح و موجه،, موجه وجود داره بله اما پیدا کردن برای دلیل برای اختلالات شخصیت خیلی مشکلت. مشکل, هست. هست چون چند بودی هست بله دقیقا. همون گونه که شخصیت انسان میتونه چند بودی باشه همون طور است. اختلالات شخصیت هم چند بودی باشه و میتونه بله. دلایل خیلی برای پارانوید،, پارانوید یا اختلال بدگمانی یا شک آها. هنوز هنوز روانشناسان نتونستن که دلیل موجه و قانع کننده واضح پیدا بکنن یعنی هنوز هم ادامه داره تحقیقات روی اما یک سلسله نشانه ها یک سلسله چیزهایی که واقعا سبب به اختلال میشن اونا بل. مشخص کردن از جمله میگن ترکیبی از عوامل بیولوژیکی و روانشناختی هست آه. یعنی اختلال پارانویی ترکیبی از عوامل بیولوژیکی و روانشناختی یعنی هم میتونه نظام عصبی و ذهن ما درگیر باشه و هم ابعاد روانشناختی احساسات و عواطف و اینا یعنی مکس هست میتونه یک باشه دیگه در هر دو. دوی این معلفه هست روانشناسی و هم نکته بعدی داشتن اختلال اسکیزوفرن یکی از اقوام هست یعنی میتونه از اونا مثلا یکی از اقوام پدر یا مادر یا پدر کلان یا مادر کلان از اینا داشته باشه اسکیزوفرن یعنی همو بیماری جنون جوانی میگیم ما اسکیزوفرن داشته باشه یکی از پیامتهایش هم میتونه برای بعدی ها میتونه پارانوید و امو حس بدگمانی و شک باشه یا نکته بعدی که روانشناسا زیاد رویش تاکید دارن اما در کودکی ضعف های جسمانی شدید و یا عاطفی داشته باشند کودکانی که در دوران کودکیشان به ضعف های جسمانی مریض های خیلی طویل و مدت داشته باشند یا از نگاه عاطفی زیاد اینا ضربه خورده باشند اینا هم امکان بیش از حد یعنی مستعد بیماری پارانوید یا بدگمانی و شکاکی هستند مثلا در کودکی بیش از حد مورد توجه والدین بودن بیش حت... از یعنی وقتی بیش از حد یعنی افراطی یعنی حتی کوچکترین عملی هم که انجام میدادن باید خانواده مستقیم رویش دخالت میکردن بیش از حد توجه کردن آه. یعنی حس استقلالیت کودک اینا ازش ضربه میگیرند بله اینا ضربه میزنه و یا اینکه در کودکی آنقدر مورد خشم و تحقیق قرار تحقیر و توهین قرار گرفتن که اینا در بزرگ ریشه ناامیدی از همو زمان در ذهن کاشته شدند و وقتی که اینا با سن بزرگسالی میرسن این تحقیر و توهین های دوران کودکی باعث میشه که اینا همیشه نسبت به محیط و اطرافیان و خانواده و دیگه دوستا همیشه چی باشن اینا شکاک و بدگمان باشند بعد نکته بعدی خیانت های پی در پای هست <applause> یعنی کسی که همیشه پی در پایش بهش خیانت میشه امکان داره از نگاه مالی باشه نگاه نگاه عاطفی باشه امکان داره از بعضی ابعاد اجتماعی دیگه باشه هی hey, به خیانت میکنن یعنی مثل کسی میگه که مثلا ما با هر کسی که نرد دوستی باخت زدم او به ما چی کرد خیانت کرد <applause> این خیانت های پی در پای هم میتونه مستعد بیماری پارانوید یا بدگمانی و شکاکی باشه نگاه دوگانه والدین والدین بین فرزندانشان دید دوگانه داشت نشه. فرق. دختر بچه بچه و دختر بچه‌ای که معاش داره بچه‌ای که معاش نداره دختری که صاحب امتیاز و وظیفه است دختری که صاحب در خانه کار میکنه مم. یا محیط معلمان معلم وقتی مثلا داخل نظام آموزشی هست فرق بین شاگردانش بله. سیاه و سفید جدا بکنه سمتی زبانی قومی نژادی هم اینها هم میتونه به نحوی وقتی که سن بالاتر میره احساس سوء زن و بدگمانی را نسبت مثلا خصوص اگر معلمی کار کرده باشه نسبت به تمام معلم ها یا ای آدم احساس سوء زن و بدگمانی داشته باشه بله. اینا دلایل مشخصتری تری است که میتونه فرد مثلا مستعد بیماری پارنوید یا شک و بدگمانی بکنه اما بش... به حساب چهره شدیدتر بله، بله، اختلال بدگمانی یا پارانوی در وجود یک فرد همین معلفه هایی بله، یا بله، همین ویژگی بله، ها را می داشت این دلائل, دلائل، داشت. ریشه های هستی در همین دلایل خفته است اما دلیل واضح و مشخصی هنوز هم برش تابعه نکرد بسیار خوب پس اگر شما در وجود خودتان یا فردی از اطرافیانتان این نشانه ها و ویژگی ها را می بینین حتما باید جدی بگیرنش و حتما باید در بله. موردش امرایشان صحبت بکنین یا هم به یک روان درمان رو یک روان پزشک مراجعه بکنین خب میخوایم این از شما بپرسم استاد که زمانی که این اختلال یا همین بله. مشکل در وجود ما بروز میکنه یا ما شاهدش میباشیم اه. و اذیت میکنه ما را. کدام تغییرات یا کدام اثرات در رفتار ما بله. نمایان میشه بله. نکته خ... خیلی خوب اشاره کردین ببینین هر عمل یک پیامد داره بله. و این پیامدش نه تنها خصوص در بحث اختلالات امه. نه تنها ما رو متضرر میرسه بلکه محیط خانواده محیط دوستان محیط شغلی و همه ابعاد زندگی ما رو تحت و شای خود قرار میده بله. پیامت هایی که میتونه در زندگی و ویژگی هایی که افراد در رفتارشون تغییر ایجاد میشه اینا بدون دلیل گمان بد به دیگران میکنن هیچ دلیلی هم نداره اینا هی گمان بد میکنن در رفتار و خصوص اطرافیانشان مردم اینا همیشه نسبت به دیگرها هیچ اعتمادی ندارن هر کسی ولو مثلا یک آدم خیلی مثلا با اعتماد هم کنارشان بیاید اینا دیوار اعتمادشان همیشه چی است و ایران هست اینا بز. اعتماد نمی کنن. اینا دوست ندارن اعتماد بکنن چرا؟ چون فکر میکنن در ذهنشان که مبادا این اعتماد روزی یا اسرار خدا به کسی بگوین یا چیزی از خود بگوین فردا و که این علیه ما استفاده بکنن در یک قسمت اشاره هم این افرادی که بیشتر برشان خیانت شده بله، باشه و بله. بیشتر شاید مشکل البته خیانت بوده باشه بله، بله. در زندگی هم دلیل برازی شده میتونه که البته به کسی اعتماد بله نکنن بله، بله. نظر تان به حق به جانب هم نیستن بله. افرادی که برشان خیانت شده اعتماد نکنن ببینین شاید او خیانت یک کسی انجام داده باشه اما, اما در بحث هم اختلال نیست. ما نمیتونیم همه را شریک بکنیم بله بله. فرقش با اختلال و یک حالت عادی همین هست او کسی که اختلال داره همه را تحت بینی خود قرار میتن اما شاید مثلا در, در حالت عادی فقط یک نفر به تو خیانت کرده لازم نیست ما پدر مادر برادر دوستا همکارا را همه مثلا مورد حمله قرار بتیم بله. اما وقتی اختلال میه این حالت حالت افراتی میشه اینا حتی کسی میگه وقتی که صحبت بکنه فکر میکنه کسی به من توهین کرده رئیس کسی مورد اهانت میکنه در حالی که طرف دو داره صحبت ها صحبت ها صحبت های عادی است جنبه خب منفی میگیره من اینا فقط فکر شانزه ذهنشان فکر اینا درباره ما درباره ما حرف میزنه اینا درباره ما های خوب نمیزنن این گونه اینا زود خشمگین میشن حتی در صحبت های عادی هم اینا زود خشمگین میشن اما حس منفی گرایی در وجودشان هست اینا بدون دلیل به همسر خود یا به شوهر خود اگر خانم باشه و به برادر خود و به پدر خود،, خود به اینا شک میکنن بدون دلیل آه. حتی اگر تلفنشان مثلا زنگ بخورن خب زنگ امکان داره از محیط کاری باشه امکان داره از یکی از به نزدیک باشه به مجرد که زنگ تلفن میخونه شک, شک میکنن, شک میکنن. پنج دقیقه ناوختر دو دقیقه ناوختر بیای خانه اینا در ذهن شکل کجا بودی چی کردی چرا یا مثلا اگر مثلا بدونی که با اینا حرف بزنه چیزی داخل مثلا صندوق بگذاره یا چیزی از جای بگیره یا مثلا از دید اینها مثلا به نحوی فکر کنه که همین باید نبینه اینا فکر میکنه که حتما اینا در حالت خیانت به ما هست بله. اینها تغییراتی است که در رفتاری آدم ها با وضوح با وضوح به طور افراطی دیده میشه, میشه. و حالتی است که دیگران را واقعا زندگی را دیگران را هم از خود ازت میکنه و دیگران را هم سخت به عذاب میکنه بله و همونطور که ما گفتم باید جدی گرفته شود بله. وقتی به این مرحله رسید میشه بله بله. که به گفتنی البته به مشکل غلام علی جان هم یک گفتنی داشته باشین خیلی کوتا اینا آدم بدگمان هستن البته از صحبتهایشان من توره برداشت کردم بله که وسواس فکری بسیار بله زیاد بله دارن و شما هم گفتین که اختلال, اختلال اختلالی که اینا دارن مرده همو وسواس فکری میشه بله شما چی گفتنی به این گفتنی داری؟ ببینین غلام علی جان در حقیقت گمان بد ندارن اینا فکر میکنن که ما کاری رو به قسمی انجام نداده گذاشتیم آها. کاری از پیش مانده گفت ما گمان میکنم که دروازه رو هنوز بسته نکردیم چیزی هنوز به جای مانده ما باید دوباره بار باری کار میکنیم در حقیقت یک کار نیمه تمام گذاشته شده امسال غلام علی جان همیشه باید به نحوی با واقعیت روبرو شون یعنی وقتی که دروازه رو قفل میکنن یک بار فشار بدن یعنی یکی من دروازه رو بسته کردم ما میتونیم برای آدم ها مثلا بعضی هشدار های مصنوعی مثلا مثل زنگ تلفنشان مثلا مثل حالت مثلا بعضی وقتها ما از قسم لاشتیک کار میگیریم یعنی که وقتی را کش میکنیم به نحوی که یعنی کار ما انجام دادیم هشدارها و بعضی وقتها دوستای کنارشان اینا هم میتونن کمک بکنن که تو کار انجام دادی کار هم تمام شد اینا میتونن چی بکنن اما ان با در راهکارهای بعدی پیرامونشان راهکارهای خوبتر و بهتر برای که اینا دیگه کم شوه بایست با از بین بره برشان پیشنات میکنم و به غلام بله. علی جان و کسانی که مشکل شبیه اونا بله،, بله هم این وعده میتیم بله. که بله. یک روز بخیر در بحث روانکا حتما بله. در مورد مشکلی که شما دارین که بله. وست فکری هست هم میپردازیم میخوایم به عنوان آخرین حرفا و آخرین سخنا بله. راهکارهای درمانی و راه های درمانی اختلال پارانوید را از شما بشنیم به صورت تخصصی بله. اه ببینین اه چیزی که روانشناسا زیاد تمرکز دارن روی او بحث ارتباط هست بله. در بحث ساختن یک دیوار ارتباطی بین کسی که پارانوید داره و کسی که روی درمانش کار میکنه آه. اولی که روان درمان باید یک دیواری اعتماد بسیار مستحکم بسازه چون اینها اصلا در بحث خود ایجاد روابط مشکل دارن و این ارتباط برقرار کردن خیلی مهم هست بله. و اگر این ارتباط برقرار نشه مثلا خصوص زندگی کردن با اینا بسیار سخت است و حتی آمار خیلی طلاق هم در مورد همین بیماری پارانویا و سوی زن هست بدگمانی هست که تصفح. اینا زود به طرف طلاق میرن نکته مهمتری است که خانواده تلاش بکنن اینا این آدم ها را از انزوا جلوگیری بکنن یعنی اینا وقتی که حس سوی زن و بندگوبانی دارن به نحوی از محیط خانواده و اجتماع دور میشن این را بایغت خانواده نگذارن خانواده این را به آغوش بگذاره حمایتش بکنه کنارش بیسته بپذیرش بی این وقتی که بایی که من سوی زن و بدگمانی داره تردش نکنن ایره دور نکنن, از خود تشویق با فعالیت های اجتماعی بکنن برش وظیفه و را برش وظیفه برش کار بتن کنار خود بگیرن حمایت اجتماعی بکنن و این حمایت ها باعث میشه که میزان شدت بدگمانیش نسبت به خانواده و محیط چی شود کمتر شود و خصوص در این بخش از میتونن از کودکا کار بگیرن کسایی که به نحوی اونا گمان میکنن اینها قلبشان هنوز اینا با ما دشمنی نداره, افراد کوچک نوجوان کودک طفلا اینا میتونن خوب رابطه برقرار بکنن از حیوانات خانگی کار بگیرن حیوانات مثل اسب سگ خانگی اینا رو میتونن در بحث ارتباط پل ارتباطی بسازن اینا چون اینا هیچ وقت فکر نمیکنن که اینا به ما خیانت, خیانت میکنن خیانت. اینا را پل ارتباطی بین خودشان و اینا بسازن, بسازن. بله بله اینا را این آدم ها را هیچ وقت قضاوت نکنن احا. هیچ وقت حالت قضاوت نکنه که تو این کارو میکنی تو کارت بد است این کارت خوب است این باعث تشدید میشه و حمایت گروه های اجتماعی مثل خودشان کسایی که مثل خودشان است اینا رو با هم توسط روان ها و مشاوره یک جای بسازن تا اینا بتونن تنش های یک دیگه خدا بفهمن نکات ضعف قوت خدا بفهمن و کنار همدیگر باشن و تا خوب شون خب این هم از راه های درمانی و راهکارهایی که میتونه بر ما در قسمت از بین بردن یا حداقل از بین بله که نمیره بله در قسمت کنترل و مدیریت بله اختلال بله بر ما کمک بکنه بله چیزی اگر از قید قلم ما باقی مانده و شما به ذهنتان میرسه که در برنامه یاد نشده بفرمایید من به دوستای عزیز خود همیشه ای رو میگم که و در بحث اختلالات همیشه در یک برنامه تلویزیونی در یک ساعت ما هیچ وقت نمیتونیم کار هزار شبه را به یک شبه انجام میتیم بره. تنها ما یک سلسله توصیه ها را به عنوان در صدر جدول قرار میتیم اما این اختلالات نیا... خوب شدن اختلالات کم... کم, کردن تنش ها نیاز به جلسات درمانی داره که باید با دروان دربان با مشاور یک جا شوند فقط ما دربان ما مقدار حوصله برنامه ما با دوستان خود کار میکنیم, میکنیم. انشالله کسی از ما خفه با که استاد به سوال ما پاسخ نداد همکاری نکردن آه. یا کمتر با ما, ما همکاری کردن بله بسیار خوب بسیار تشکر باشم. یک دنیا ممنون که تشریف آوردین امروز واقعا بحث مهم می داشتیم شما اگر این بحث مهم را نتانستین به صورت زنده و به صورت کامل از تلویزیون هایتان بیننده باشین حتما سری بزنین به کانال یوتیوب تلویزیون آرزو کامل برنامه های مجله زندگی و بقیه برنامه های از اون دریچه همچنان بیننده باشین و فراموشم نشه که جا داره یک تشکر خاص هم بکنم از فروشگاه بزرگ جهان نما بابت اسپانسری و حمایتشان از لباس های برنامه مجله زندگی و در اخیرم هم میخوایم فقط یک نکته را برتان اشاره بکنم به همدیگه محبت بورزین عشق بورزین زندگی ارزشش را نداره که هم از همدیگه ما ناراحت باشیم و برنجیم دلهایتان و زیبایی زندگیتان و لبخندتان هم مستدام باشه و همیشه سرشار و لبریز از عشق و محبت پایدار بمانین در کنار تمام عزیزانتان تمام کسانی که دوستشان دارن و دوستتان دارن تا یک مجله زندگی دیگر تا یک برنامه دیگر همه شما را به الله پاک و به امانت می سپاریم مراقب خودتان و عزیزانتان بمانین بدرود خداحافظ